آقای قانعی فرد نازنین، درود بر شما، درود بر آقای شوبری، آقای حمید آصفی، آقای جنت خوب و همه عزیزانی که به ما ملحق شدن. خانم نگار، آقای قانعی فرد، در ادامه با شما خواهیم بود در مورد مسئله منشور و صحبتهایی که حالا پیرامون این مسئله شنیدین از دوستان. دوست دارم روی کرده شما رو ببینم نسبت به این مسئله، و اگر در ادامه تونستین در مورد مسئله عربستان، توافق ایران عربستان هم کوتاهی صحبت بکنید ممنون میشم. البته برمیگردیم باز هم بهشون. بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم. خیلی رو من اینجا میگم و خداحافظی میکنم چون واقعا سر کارم نمیتونم. اونم اینه که شرکت کنندگان در بلوای 57 تمایلی به ظهور شاهزاده رضا پهلوی و تفکر دموکرات ایشون هنوز ندارن، حتی اگر در 80 سالگی یا 90 سالگی به سر میبرن. نقطه سر خط. این یک اصله. چرا؟ چون اینا تمام هویتشون در 57ه. اینو ازشون بگیریم کلش میریزه پایین. خب نمیخوان، اصلا نمیخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن. تعارف که نداریم که بچه سر خودمون رو کلا بذاریم. این افرادی هم که نسل جدید هستن، بنده خیلی صادقانه به عنوان کسی که حالا حداقل هیچی نباشه 15 20 سال سرم تو کار تاریخ معاصره، این افراد حزب توده، فدایان اسلام، نهضت ملی، مجاهدین خلق، چریک فدای خلق، کنفدراسیون و غیره و حتی گروه‌های دیگه‌ای که در این رابطه حضور داشتن، اینا تمام هویتشون همین جنگیدن با شاهه، چه به صورت شفاهی، چه به صورت عملی، چه به صورت اندیشه‌ای. دو تا تفکر اینترنشنالیسم مارکسیسم ما داشتیم، اینترنشنالیسم اسلامی، یعنی دو تا تفکر مارکسیستی، دو تا تفکر اسلامی در برهوت اندیشه ایرانی رشد پیدا کرده در 80 سال اخیر. هر وقت این دو تا فلج بشه، تفکر ملیگرایی بالا میاد. الان نسل جدید گرایش پیدا کرده به سمت تفکر ملیگرایی. چرا؟ چون از اون دو تفکر خیر و خوشی ندیده. اما اون تفکر، دو تا تفکر ولکن داستان نیستن هنوز هم. اونا فکر میکنن که هنوز مثلا مؤتلفه اسلامی مینازه به افرادش، مثلا به قتل حسن علی منصور هنوز فکر میکنه افتخاره، به مهدی عراقی فخر میفروشه، هیئت مؤتلفه اسلامی همینطور، حزب ملل اسلامی همینطور. مثلا فکر میکنن حرفای محمد کاظم بجنوردی دیگه مثلا خداست، از خدا اومده پایین. از اون ورجپه آزادی بخش ملی ایران جامعه رو در نظر بگیرید، هنوز فکر میکنه محمد نخشب قهرمان ملی است، حبیب الله پیمان قهرمان ملی است. اگر هم بیان بگیم قربان به خدا اینطوری نیست، آخه تو تاریخ اینایی که ما میخونیم اصلا این نیست، یا فوش میدن یا میگن ماموری، یا میگن مثلا CIA هستی، موسادی هستی، سپاهی هستی، از این فرمایشا که همتون بلدین. گروه های اسلامی، اونایی که نوع تروریستیش هستن، مثل امت واحده، توحیدی فلق، فلاح، بدر، موحدین، منصورون، صف، که حالا شدن سازمان و مجاهدین انقلاب اسلامی، و کلهم تمام هویتشون یه فوش به شاهه، یه فوش به رضا شاهه، یه فوش به شاهزاده است. جامعه ایرانی گرفتار این داستان شده. رسانه های فارسی زبان هم الا ماشاءالله عین ویروس ایدز این تفکرها نفوذ پیدا کردن. پس بنابراین خیلی سخت هست که ما سعی بکنیم از دست این دو گروه کمونیستی و اسلامی فرار کنیم با زیر شاخه هاش. خیلی بی‌تعارف، بنده آدم رکی هم خیلی بی‌تعارف حرفمو زده. گروه های مارکسیستی وحشتناکتر از گروه های اسلامی هستن. گروه فلسطین، ستاره سرخ و غیره، پیکار، نمیدونم حالا هر اسمی که دارن، و این افراد هنوز فکر میکنن مثلا خیلی باید ما کتاب مهدی سامع رو بخونیم به جای قرآن اونو بخونیم، مثلا یا مثلا بریم کتاب ناصر پاکدامن شبا زیر سرمون باشه، یا کتاب جزنی مثلا با اون فخر بفروشیم. از اون ورم اون گروه های اسلامی میگن نخیر آقا، علی شریعتی، طالقانی. خب ما گرفتار این بت‌های ذهنی هستیم. اینه که در شرایط فعلی شاهزاده هر کاری میکنه، پیرمردهای اون دو گروه ولکن نیستن. این خیلی صادقانه، یعنی به نظر من تمام دعواهایی هم که دوستان در اینجا مطرح میکنن، چرا فلانی نمیاد میشه، فلانی نمیشینه، خب فلانی که ذوب در شریعتیه خب نمیاد بشینه کنار کسی که مثلا تفکر ملی داره، یا مثلا فلانی که تفکر مثلا مصدقی داره نمیره کنار کسی بشینه که مثلا چپ هست. این گرفتاری رو ما داریم. بی‌تعارف، یعنی با هم رو راست باشیم، دنبال حل مشکل باشیم. و بعد عنصر ایرانی رو از ما گرفتن، گذاشتنش جای عنصر اسلامی و عنصر چپی.
خب حالا منی که دو عنصر ندارم، اصالت فرهنگی هویت ملی خودم رو از کجا پیدا کنم؟ از کی باید بپرسم؟ حرف بزنم؟ اسلامی میگه محاربه با خدا، کمونیسته میگه مثلا با کل بشریت. اصلا این داستان یک تلاش بی حاصله. تفکر ما رو به قربانگاه بردن. الان در شرایط فعلی هم امداد غیبی به داد ما نمیرسه. تنها چیزی که به داد ما میرسه اینه که چطوری بتونیم این اندیشه های مطلق الانان رو با سس کینه‌توزی کنترل بکنیم. چطوری بتونیم این یک تازی بی حد و مرز واپسگرایان اسلامی و کمونیستی رو کنترل بکنیم؟ اینجا ما با یک سری دکاندار طرفیم. اون جنس اسلامی میفروشه، اون بابا هم جنس کمونیستی میفروشه. خب این وسط افراد ملی‌گرا که مغازه ندارن کجا باید برن؟ این داستان. یعنی من اینجا شما رو دعوت میکنم به این مسئله که ما مثل شبروان راهزن که میومدن جایی رو تاراج میکردن، اینجوری باید شحنگانی باشیم که جلو اینها رو بگیریم. ما هویتمون رو دزدیدن، غرور ملیمون رو دزدیدن، این افراد گروه های کمونیستی و گروه های اسلامی کمترین ارتباطی به مصالح و منافع ملی ایران ندارن. ناراحت هم میشن، جونشون سلامت، عیدشون مبارک، ولی واقعیت مسئله است، حقیقت مسئله است. شدن کابوس سنگین، شدن کانون عذاب. هر رسانه‌ای هم در دستشونه عین فاشیستا میرن اونجا یه لیست تهیه میکنن. خب این بیاد، این بیاد، این بیاد، این سانسور، این بایکوت، این سانسور، این بایکوت، این شده رسانه. برید لیست مهمونای رسانه‌های ما رو نگاه کنین. مثلا انشتین توش میبینین، ارنست همینگوی اون تو هست، ارنست بلاخ اون توه، کی اون توه، یک مشترای تکراری. خب بنابراین این خیلی واقعیت مسئله است. ما یک حقیقت غرورانگیز رو از دست دادیم، شدیم سناخان مرگ. اینجا ما میشینیم سر منشور، مثلا اگه بگیم فلانی اصلا ملت ایران رو قبول نداره، پرچم ایران رو قبول نداره، باوری به هویت و غرور ملی ایران نداره، چرا شهریار ایران باید بره کنارش بشینه؟ نمیتونیم این سوال رو بکنیم. اگه این سوال رو بکنیم هزار و یک تهمت میاد پشت سرش. ما با یک جامعه عصبانی سر و کار داریم که هویت ملی، غرور ملیش رو دزدیدن، بهش سراب نشون میدن. عصبانیت هم حقش. چرا؟ چون با گروه های چماقدار روبروه، چه چماقدار کمونیستی، چه چماقدار اسلامی، زدن تو سر این جامعه. حالا به این جامعه به ویژه به نسل جوان چطوری باید بگیم؟ بگیم قربانت گردن باید پرسشگر بود، چون ما با جامعه روبرو هستیم که مغزشویی حساب شده و همه جانبه شده. اینه دست دیگه. فکر کنم الان خیال بعضی دوستان راحت شد که چرا ما هی به توافق نمیرسیم، به درازا میکشه، چون این مغز کج فکر شده. این توافق هم تموم شد، چاشنبه سوری اومد رفت، سوخت، دود شد، رفت هوا. دیگه چند روز دیگه عیده، این جامعه کار خودشو میکنه، راه خودشو میره و پیشرفته تر از اپوزیسیون خودش هست و بالاخره این جامعه جهان سومی ما نیز مردمانیم. این راه سنگلاخ رسیدن به آزادی رو افتان و خیزان باید بریم، همینی که هست، اگر بخوایم در جامعه بشری زندگی کنیم این راه رو باید بریم. منتها با این چماقداران پیرمرد از دو گروه ما به جایی نمیرسیم. اگر بخواستیم برسیم رسیده بودیم، نمیرسیم. نسل جوان باید راه دیگه ای رو بره، اونم تفکر ملیگرایی است. در روز رضا شاه بزرگ من خدمتتون عرض کنم تفکر ملیگرایی رو باید بریم. اگر اونو بریم موفقیم، اگر نه این ماجرای شوم جاهلیت و تعصب و ابتذال ادامه خواهد داشت. ولی به نظرم رستاخیز آگاهی ملت هست که میتونه ما رو در واقع به این راه ببره جلو. و باور بفرمایید جمهوری اسلامی از بین بره، که امیدوارم با کل اساسش از بین بره، من قصم این نیست که در دوران انتقالی تا صندوق رأی، کی از صندوق رأی میاد بیرون؟ خب مردم، جامعه بالاخره 7000 سال تمدن داره دیگه، خودش تعیین میکنه در رأی گیری چیکار باید بکنه. تمام غصه من از یک چیزه، نشیب و فراز دوران انتقالی رو با بعضی تفنگچی ها ما چطوری طی بکنیم. باور بفرمایید بعضیشون دوست دارن حمام خون را بیفته، اصلا هیچ احترامی نه به دموکراسی قائلن، نه به صندوق رأی قائلن، نه هیچی. نشسته بی سواد بی سواد، اصلا نمیدونه میرزاد عشقی کی هست. میگه آقا میرزاد عشقی رو رضا شاه کشت، خالا بیا اینو حالی کن. و میگم قربانت گردم تو 77 سال سن هنوز نمیدونی میرزاد عشقی چطوری مرده؟
خب من که نمیتونم بهش یاد بدم، چی بهش یاد بدم؟ این داستان که ما بالاخره این نوع عقب ماندگی جهان سومی رو باید تو بدن خودمون بشوریم و این منطق نامعقول پیوند چماق و شمشیر با ایدئولوژی ها رو از بین ببریم، اون موقع من فکر میکنم تازه اول راهیم. عرض ادب و احترام و من مزاحم دوستان نمیشم و خیلی ممنون. آقای قانیفرد، دفعه صحبت ها خودتون چند سال تو ذهن من پیش اومد مبنی بر این که در واقع دستاورد اینها در حمایت نکردن از مواردی که در این انقلاب پیش میاد یا موزگیری هایی که به قول شما برمیگرده به نگاه 57 این عزیزان، در واقع دستاورد اینها که به نوعی خواسته یا ناخواسته در راستای حکومته، حالا اگر این حکومت ماندگار باشه برای اینها چه دستاوردی داره؟ اگر حکومت جدیدی نیاد آیا اینها به خواستگاه های ذهنی حتی 57 خودشون رسیدن؟ یعنی تا این لحظه اینها دستاوردی داشتن با این نظام و در بقای نظام هم برای اینها محبتی وجود داره؟ این یک سوال. و دوم این که این به قول شما پیرمرد های 57 بر کدوم یکی از اقشار جامعه شما فکر میکنین اثرگذارن؟ یعنی روی اذهان جامعه در چه طیف‌های سنی اثرگذار؟ آیا این طیف‌های سنی میتونن در انقلاب زندگی آزادی تأثیری هم داشته باشن؟ و همچنین نسل‌های پاگرفته از همین پیرمردهای 57، آیا این نسل‌هایی که این پیش اینها پرورش پیدا کردن، بچه‌هاشون، نوه‌هاشون، آیا اینها افکاری جدا از اینا پیدا میکنن و ملحق میشن به ایران آینده، یا اینها هم در پسایند پدرانشون همچنان در این گودال گیر میافتن و میمونن؟ والا اینقدر پرسشاتون تو در تو و زلوبیایی بود بنده از دستم در رفت، ولی حالا سعی میکنم جواب سوالتون بدم. به قول حضرت سعدی، دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت، همچو ابلیس همان طینت مازی دارد. ناکس است آن که به درائه و دستار، کس است دزد دزد است اگر جامی قاضی دارد. برخی ها تینتشون همونه، کهنه تفنگ چیه؟ پابوس بعث بوده، تروریسته. حالا شما توقع دارید ایشون بیاد مثلا جای زنده یاد احمد مدنی بشینه؟ خب نمیشینه، مثلا حالش نیست. یه کسی در واقع تمام زندگیش ماویست بوده، هیچ باوری نه به ایران داره نه به هویت ایرانی، به هیچ چی باور نداره. بعد شما توقع دارید که یک مغول امامدار هرزه زبان روزخان شب پرست نباشه برای ما؟ قطعا همونه. اون نمیخواد، اون تمام افتخار زندگیش اینه که شاه از کشور رفته بیرون. اون هنوز فکر میکنه پیروزی است شاه از کشور رفته بیرون، نمیدونه اوج بدبختی است، نمیدونه این ریل کشور از قطار خارج شده. آقا این قطار افتاده ته دره، قربانت گردم، از ته دره بیارینش بیرون، بعد که آوردینش بیرون اون وقت یک گلی سرمون بگیریم که چیکار باید بکنیم برای آینده ایران. به این فکر نمیکنه، اون فقط به این فکر میکنه که فحش بده به شاه، به رضا شاه بگه که انگلیسی ها آوردنش، انگلیسی ها آوردنش. با این دروغ خوشه، 80 ساله با این دروغ زندگی میکنه، ما نمیتونیم ازش بگیریم. این خیلی واقعیتیه داستان. و اون چیزی که شما فرمودید انقلاب و فلان انقلاب و فلان، برخی از این گروه ها که دستشون تا مفرق به خون آلوده است، بنده یک بار نمیدونم در کدومی از این گفتگوها بود که عرض کردم خیلی ساده، گفتم شاهزاده رضا پهلوی رو دوست دارم. چرا؟ چون مثل برخی از گروه ها دستش به خون آلوده نیست. شما نمیدونید چه فوش و فوشکاری شد. خب آقا دستش به خون آلوده است، کیو کشته؟ میشه لیستشو بفرمایین کجاست؟ اون قتل هایی که کرده، آدم هایی رو که کشته، اعدام هایی رو که کرده، در اون گروهی تصفیه کرده کجاست؟ خب بدین دیگه، بچه فوش میدین و فوش به چه دردی میخوره؟ بشین تا سرای قیامت شما فوش بدین. فوش که ادبیات سیاسی که نمیشه که، فوش که هویت ملی ما که نمیشه. بنده هویت ملیم، غرور ملیم، حیثیت ملیم، ناموس ملیم رو از دست دادم، کیان ملیم رو از دست دادم. ای حناس، اینو کی به من برمیگردونه؟ تفکر ایرانیسم به من برمیگردونه. من باورمند هویت ملی باشم میتونم غرورم رو به دست بیارم. شما اون وقت برای من پرچم درست میکنید با مشت کمونیستی کاگبه، من با اون میتونم غرور ملی به دست بیارم؟ سن برای من تنظیم میکنید سراسر قرمز. خب آخه یعنی چی؟ مگه من برای ماو دارم تبلیغ میکنم؟ ما مشکلمون اینه. یعنی در تلاطم اندیشه ها، اولا در حوت اندیشه است، در شبه جزایر تفکر ایرانی پل وجود نداره. یعنی بنده پل نمیزنم برم ببینم اون طرف چی چی هست. این داستانی است که پل زدن بین تفکرهای ایرانی لزومی داستانه، ولی این افراد پیرمرد علاقه به این پل ندارن، هیچ، منفجر هم میکنن.
خب بی تعارف دیگه، مگه نرفتن نمیخواستن برق شیراز رو منفجر کنن؟ مگه نرفتن که در واقع رستوران مثل سپهسالار رو توسط همین گروه توحیدی صف مگه منفجر نکردن؟ اینا در پیش یاسر عرفات مگه درس انفجار یاد نگرفتن؟ خیلی هاشون عاشق انفجارن، عاشق بم. هنوز هم تمام بی بی سی رو نگاه بفرمایید، ایران کومبل اینترنشنال، ببخشید ایران اینترنشنال رو نگاه بفرمایید، آدم هایی که میان اونجا در واقع تفکرشون چی هست؟ مثلا به مردم ایران یاد بدن که دموکراسی چی هست؟ ابدا. تنها چیزی که هست تسویه حساب ها، عقده های شخصی، کینه های ایدئولوژیک، اینه درد ما. و الان هم که شما میفرمایید، میگید با این نمیدونم افرادی که در این انقلاب شرکت دارن و چی و فلان، خیلی ساده است قربانت گردم، در 180 روز شما چه تفکر آزادی خواهی رو تزریق کردین به داخل جامعه ایران؟ هیچ. چه چیزی رو به زنان ایران، به دختران ایران، به باورمندان به آزادی ایران تزریق کردین، در اختیارشون گذاشتین؟ هیچ. خب بعد ناراحت میشن بگیم هیچ. خب اینه داستان. و من فکر میکنم که در واقع به این فرزندان ایران بگیم که همون افرادی که دنبال خمینی را افتاده بودن، بهشون میگفتن جارو کش تویم خمینی، خمینی عزیزم بگو که خون بریزم، همون افراد نازیباترین و تاریکترین چهره ایرانی رو به نمایش گذاشتن. در تظاهرات شما نگاه بفرمایید، یه گروهی که مجاهدین خلق هست، سر تا سر کارنامش سیاهه، میاد چماق کشی علیه مثلا یک خانمی که مثلا 19 سالشه، پرچم مثلا شیر خورشید دستشه. خب ولی این داستان بت‌پرستی در ادبیات سیاسی ما فعلا از بین برده نمیشه. تا این ادبیات از بین برده نشه ما به هیچ جا نمیرسیم. و من شخصا خوشحالم انقلاب ایران الان، این انقلاب رستاخیز ملی 6 ماه طول کشیده. چرا؟ چون به نسل جوان یک بلوغ فکری داد که این هیچ دانشگاهی نمیتونست اینو بده، یک تفکر داد که غربالی باشه که ببینیم اندیشه ملی‌گرایی کجاست. این افرادی که تو صحنه تئاتر سیاسی حضور دارن چه چیزی رو قراره به من عرضه بکنن؟ در ماه اول این خبرها نبود، بعد از 6 ماه الان هست. اون نوجوانی که تو کازرون نشسته، اونی که تو کاشمر نشسته، اونی که تو زاهدان نشسته، اونی که تو سنندج نشسته، به این نتیجه فکر میکنه که من به کجا باید برم؟ از این تونل وحشت عبور کردم، جمهوری اسلامی رو ریختم پایین، با این عروسکان بنده قراره به آزادی برسم یا خودم باید اراده داشته باشم؟ این سوالیه که من فکر میکنم تازه در بین نسل جوان به وجود اومده. پس من علاقه‌ای به این ندارم. حالا دکتر تقی‌زاده دوست هممونه، خیلی هم دوستش داریم، علاقمندیم بهش، من اون زبان شیرین برای ایشون رو ندارم، ولی خیلی صادقانه میتونم بگم که این اولین حکومت الله بر زمین این جامعه رو به این حال روز انداخته. و الان از این افراد پیرمرد تفکرات اسلامی و کمونیسم ما به جایی نمیرسیم. تنها کسی که میتونه ضامن موفقیت باشه این اندیشه ملیگرایی با حضور نسل جدید. این نظر شخصیمه که خیلی صادقانه گفتم. و بهترین شخصیت که میتونه ما رو در دوران انتقالی تا صندوق رأی یاری بکنه شهریار ایران هست. بیتعارف اونایی هم که 57 تفکرشون یا کمونیستیه یا اسلامیه اذیت میشن من اینو بگم، مهم نیست. مهم اینه که بفهمیم چطوری در این نشیب و فراز کشور بخت برگشته توسط ملا غارت شده رو از نو ما قرار بسازیم. این بار 10 هست در ایران این اتفاق رخ میده. تاتار این کارو کرد، مغول این کارو کرد، ترکان، ترکمن، عرب، ولی مال ملا وحشتناک‌تره. و ما الان میخوایم این راه رو بریم. حالا هی بشینیم به هم دیگه فوش بدیم، چماق بگیریم دستمون، ولی همینه، این راه رو باید بریم. و این راه راهی نیست که بگم چون من سوسیالیستم این راه رو نمیام. نه خیر، همه باید بیان، ولی چطوری؟ با فوش و فوشگری یا با اصول، با اصل، با پرنسیپ. و آدمایی باید کاراکتر این بازی باشن که وطن پرست باشن. وقتی نیست من چرا برم زیر بیرقش؟ عزت. متشکرم از شما.